حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم به کارگردانی خانم غزاله و با حضور جناب امینی. هفته گذشته در گفتگو با آقای امینی تصمیم بر این گرفتیم که موضوع فراز و فرود رضا شاه رو در این برنامه، یعنی برنامه همین امروز، مطرح کنیم. اجازه بدید من اول یه عرض ادبی، عرض سلامی بکنم خدمت آقای امینی و سپس پرسش هایی رو که در این زمینه دارم مطرح کنم. آقای امینی درود بر شما. با همچنین درود بر همیهنان گرامی و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه. آقای امینی، مثل این که برنامه‌تون خیلی سنگینه امروز و امشب. دو تا سخنرانی پی در پی؟ امروز یک سخنرانی است و یکی هم روز یک شنبه است. من همونجور که آگاه هستید از یک تور اروپایی از سخنرانی ها برگشتم و هنوز خستگی از تن من در نرفته. دوستان در البته از پیش برنامه‌ریزی کرده بودن در سان دیگو امروز، امشب در واقع، و در فرزنو این یک شنبه برنامه برای من ریختن. عجب. فرزنو همونجایی که یک بار در خدمتتون رفتیم. بله بله، با هم در این برنامه بودیم. بله. من فیلم جالبی هم از اون برنامه گرفته شده. یه بار شاید تو این برنامه بخشای از اون فیلم رو با هم نشون بدیم. یه خیلی گفتگوی جالبی درباره مشروطه با هم داشتیم. بسیار عالی است. آقای امینی، این که گفتم فراز و فرود رضا شاه، این فراز و فرودی است بسیار بحث‌آفرین. بله. برخی میگویند رضا شاه پدر مدرنیته ایرانه و فرزند همه پیام‌های اصلی مشروطه خواهان. برخی میگویند او رو انگلیس‌ها آوردند. مدرن سازی و پدیدار ساختن یک دولت ملی یک پارچه از کارهای او بوده و از این رو پادشاه رو پیامد انقلاب مشروطه برمی‌شمارند بسیاری. سوال این است آیا مدرن سازی و یک پارچگی ایران همان آرمان و چشمنداز جنبش مشروطه ایران بوده؟ آقای امینی، ببینید در دوران پیش از فراز رضا شاه به پادشاهی یا اصلا به قدرت، به فرمان روایی، پیش از حتی پادشاهی، ما با چند جریان تاریخی سیاسی اجتماعی در ایران روبرو هستیم، نه با یک جریان. مدرنیته و کوشش برای دستیافتن به یک ساختار مدرن، هم فرمان روایی و هم مدرن سازی جامعه و هم گسترش اندیشه های مدرن، پدیده ایست که خیلی پیش از مشروطه آغاز شده. یعنی شاید 50 سال پیش از انقلاب مشروطه فکر مدرنیته در ایران جوانه زده. در کنار فکر مدرنیته جریان نیرومند دیگری هم پا گرفت در ایران که اون کوشش برای پیدایش یک ساختار قانونی در کشور بود و موضوع اساسی این چالش هم قانون بود. و من فکر کنم در این برنامه بارها گفتم که، یا در این تلویزیون و سخنرانی هایی که در اروپا داشتم، که پایه‌گذار فکر قانونمداری در ایران زنده یاد میرزا یوسف خان مستشارالدوله تبریزی و کتاب یک کلمه است. موضوع مشروطه در واقع همین بود. موضوع مشروطه در آغاز آزادی نبود. آزادی یکی از پیامدهای جنبش مشروطه و مدرنیته ایران بود. یعنی بنا بود که جنبش مدرنیته در ایران و جنبش قانونمداری در ایران به دموکراسی و آزادی و نظام پارلمانی بیانجامد. موضوع مشروطه نظام قانونی بود در ایران و پیدایش یک ساختار پارلمانی. از این جهت باید گفت که مدرنیزاسیون ایران یا مدرنیته در ایران، که البته این دو با هم کاملا نه که متفاوت باشند ولی یکسان نیستند، چون مدرنیزاسیون بیشتر به رفتارها و کارهای ساختاری جامعه ارتباط پیدا میکنه، جاده سازی، راهن، ساختن نهادهای مدرن در جامعه. مدرنیته یک
جریان فکری نیرومندی است که بخش بسیار مهمی از اون آزادی اندیشه و آزادی گردهمایی، آزادی کار روشنفکری و به طور کلی آزادی نگاه نو به جهان هست، نگاه بیرون از ساختارهای دینی و ایلیاتی، یک نگاه تازه. موضوع مشروطه اساساً قانون بود و به این معنا باید گفت که ما در ایران در آغاز کار هم در دستیابی به پاره از ارزش‌های مدرنیته و رویاوری مردم و به ویژه روشنفکران و درسخواندگان شهری به سوی فکر آزادی و دموکراسی و همچنین حکومت قانون در قالب مجلس مشروطه پارلمان بسیار موفق بودیم در آغاز کار و سرانجام با ناکامی‌های بسیار اساسی روبرو شدیم. بخشی از این ناکامی مربوط بود به ورود نیروهای روس به ایران که مشروطه رو عملا در مجلس سوم تعطیل کردن، یعنی مجلس مشروطه رو تهدید روس ها تعطیل کرد و حتی دولت در تبعیدی به وجود آمد که رفته بودند در کرمانشاه، در اونجا دولت در تبعید درست کرده بودند و عثمانی ها از این دولت پشتیبانی می کردن و خیلی زود کسانی که این دولت رو ساخته بودند فهمیدن که عثمانی ها در این پشتیبانی از دولت اونها انگیزه های دیگری رو در سر دارند و می خواهند که بخشای از ایران رو زیر نفوذ خودشون در بیاورند. در دوران جنگ جهانی اول که چند سالی پس از مجلس سوم بود، ایران عملا به اشغال سه نیروی خارجی در آمده بود، عثمانی ها در بخشای از ایران، روس ها در بخشای بسیار گسترده تری و بریتانیا هم در جنوب نه تنها ناوگان دریایی قرار داده بود و ایران رو محاصره دریایی کرده بود، در جنوب هم نیروی نظامی داشت، از دیرباز نیروی نظامی در ایران داشت. بنابراین ما عملا می توانیم بگوییم که شیرازه کشور از هم پاچیده بود و هنگامی که ما به دوران قرارداد 1919 یعنی سال 1298 خورشیدی می رسیم که مجلسی هم در کار نیست و اون قرارداد ننگین 1919 که ورسوق دوله در اون هنگام نخست وزیر بود با دو تن از وزیرانش این کار رو انجام دادند، عملا ایران رو تحت الحمایه بریتانیا می کرد. این قرارداد رو شد، روزنامه ها اون رو افشا کردند و قرارداد عملا نتوانست اجرا بشود. البته برای این قرارداد رو تصویب بکنن باید اول انتخابات مجلس انجام می شد و این است که انتخابات مجلس چهارم در دوره وسوق دوله آغاز شد. ولی راستی این است که ما به هنگام کودتای 1299 که می رسیم، ایران امنیت داخلیش از میان رفته، دولت مشروطه عملا وجود نداره، پادشاه حالا شاید به دلیل ناتوانی شخصی خود او ولی به هر روی به دلیل وضع مملکت احمدشاه قادر به اداره کشور نیست و بنا هم نبوده که احمدشاه بر پایه قانون اساسی مشروطه کشور رو اداره بکنه، بنا بوده نخست وزیران و مجلس و هیئت وزیران چنین بکنن. هیئت وزیرانی آنچنان در کار نیست و هیئت وزیرانی هم که وجود می داشته زیر نظر وسوق دوله در آستانه کودتا 1299 عملا دست نشانده دولت بریتانیا بوده. البته وسوق دوله کنار رفت و کابینه دیگری بر سر کار آمد. در گوش و کنار ایران در همون سالهای 1299 و 1300 سرکشی و طغیان و جنب جوش اجتماعی و سیاسی و ایلیاتی همه جا در گرفته بود. گیلان زمانی زیر پرچم اتحاد اسلامی جنب و جوش میرزا کوچک‌خان جنگلی بود ولی سپس بلشویک‌ها وارد گیلان شدند، حزب کمونیست در اونجا به وجود آمد و دولت سوسیالیستی گیلان، جمهوری سوسیالیستی گیلان ایجاد شده بود. در خراسان افسون بر شورش پسیان حتی دسته‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای هم در برابر دولت مرکزی قیام کرده بودند. بلوچستان شاهد شورش دوست محمد خان بلوچ و دیگران بود. در فارس گروه های ایلی و در اصفهان اصلا بهایی به دولت نمی دادند. در منطقه آذربایجان بخشی از آذربایجان در دست خیابانی بود، خیابانی شورش کرده بود و بخش دیگر اسماعیل آقا سینکو از ایل شکاک، او در واقع آذربایجان غربی و بخشی از کردستان رو اداره می کرد.
و کارهایی رو انجام میداد که به راستی بسیار هم دردناک در اون دوران بود. در خوزستان عملا، خوزستان که در اون هنگام خزعل اسمون رو عربستان نهاده بود، ملک تلق او بود و هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خوزستان رو نداشت. این است که ما عملا در ایران کشور متحدی نداشتیم و در این دوران یک اندیشه‌ای بر بسیاری از روشنفکران جامعه ایران چیره شده بود که نجات ایران و یافتن یک رهبر مقتدر، یک دیکتاتور مصلح بهتر و مهمتر از حکومت قانون هست. یعنی اگر اندیشه قانون در آستانه انقلاب مشروطه موضوع یا دغدغه بسیاری از روشنفکران و نواندیشان و نخبگان ایرانی شده بود، در هنگامی که کودتای 1299 روی داد، امنیت و حفظ یک پارچگی ایران به موضوع اصلی گفتمان اجتماعی ایران تبدیل شده بود. از این رو باید گفت که فراز رضا شاه به پادشاهی و نه آنچه که او در به دنبال پادشاهی انجام داد، ولی فراز او به پادشاهی پاسخ منطقی به یک بحران تاریخی در ایران بود، بحرانی که موضوع امنیت و موضوع یک پارچگی ایران رو برجسته تر از موضوع قانون کرده بود و بسیاری از کسانی که در اون دوران یادنامه هایی ازشون به جای مانده میگویند که حاضر بودند که بیقانونی و بیوفایی رضا شاه رو به قانون تحمل بکنند تا توانایی های او بتواند به یک پارچگی ایران و حفظ امنیت در جامعه بیانجامه. و چنین هم شد. مهمترین کار آغازین رضا شاه ایجاد امنیت بود و ایجاد ارتش یک پارچه بود و عملا سرکوب بسیاری از جنب و جوش هایی که در گوش و کنار ایران، حالا گاه جنب و جوش های ترقی خواهانه مانند جنبشی که پسیان، سرکشی که پسیان آغاز کرده بود و یه جنبش های فوق العاده واپسگرا، قومگرایانه و جدایی طلب مانند قیام ایل شکاک یا اسماعیل آقا سیمکو و خزعل، همه اینها رو در واقع سرکوب کردند و یک ایران نسبتاً آرامتری رو به وجود آوردند. و این است که باید گفت فراز رضا شاه به پادشاهی یک پاسخ ناچار به رویدادهایی بود که 15 سال از زمان انقلاب مشروطه به این سو در جریان بود و ایران رو در یک شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داده بود و بسیاری در ایران در جستجو یک رهبر یا نخست وزیر توانا و نیرومند بودند و در وجود شخص رضا شاه چنین آدمی رو یافتند. کسانی بر این باورند که سیر مدرنیته در ایران از طرق رایزنانه شدنی نبود، شما هم اشاره کردید، و تنها از راه زور و فرس از بالا یا تجدد آمرانه اصطلاح شما مدرنسازی ایران میتونست به انجام برسه و در کشوری مثل ایران با ساخت و بافت ایلیاتی، شیعه محوری، خودکامه و واپسمانده جز راهکار زور راهکار دیگری در برابر نبود. آیا این داوری رو میتوان پذیرفت؟ منطقی است یا مصلحتی است؟ بیشتر مصلحتی است، چون ما اون فرصت آزمون راهکار دیگر رو نیافتیم. یعنی ما امروز باید بپذیریم که تنها همین آزمون تجدد آمرانه در ایران صورت گرفت، به اون تجدد رایزنانه در ایران میدان داده نشد. در اون سالهایی که اون تجدد رایزنانه و قانونگرا در مجلس اول، دوم و سوم میدان بازی داشت و دخالت چندانی از سوی بیگانگان یا خودکامگان، البته نه اینکه نمیشد، کمتر میشد، اونجایی که به این تجدد رایزنانه اجازه نفس کشیدن در جامعه ایران داده شد، خیلی هم خوب کار کردن. فراموش نکنید که یک سال پس از تشکیل مجلس اول مشروطه، محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و عملا مشروطه تعطیل شد برای یک سال و بار دیگر مجلس دوم مشروطه آغاز شد و تا پایان کار هم بسیار کارهای درخشانی انجام داد و سپس مجلس سوم مشروطه که انتخابات مستقیم برای نخستین بار در ایران
برگزار شد، مجلس سوم مشروطه کار خودش را آغاز کرد و کار بسیار نیکی رو هم انجام میداد و کارهای برجسته‌ای رو، قوانین برجسته‌ای رو تصویب کردند. بسیاری از این قوانین زمینه کارهای دوران پهلوی شد، اما با آمدن روس‌ها و با دخالت دولت‌های خارجی در به دنبال اون در جنگ جهانی اول، مجلس مشروطه و مشروطه در ایران تعطیل شد. بنابراین ما فرصت آزمون یک تجدد رایزنانه رو جز این چند سال، یعنی نزدیک به روی هم رفته 4 سال و نیم، بیشتر در ایران نداشتیم و بنابراین نمیتوانیم داوری کنیم که آیا میتوانست موفق باشه یا نه. البته خب خیلی راحت هست که چون از راه زور و از بالا مدرن سازی ایران در دوران رضا شاه انجام شده، بگوییم که راهی جز این هم نبوده، فرصت دیگری در برابر این جامعه قرار نگرفت تا ما بدانیم که آیا از راه های دیگر میتوانستیم این کار رو بکنیم یا نه. در دوران کوتاهی که زنده یاد مصدق بر سر کار بود و ما بار دیگر این رفتار رایزنانه رو در جامعه آزمون کردیم، کارهای بسیار بزرگی در جامعه ایران انجام گرفت، از جمله ملی شدن صنعت نفت. امروز هم در پشتیبانی از حکومت دینی در ایران، پشتیبانان این حکومت دینی خودکامه میگویند که برای حفظ ایران راهی جز یک حکومت شیعی مقتدر و متکی به ولی فقیه نیست. فرصت نفس کشیدن در یک فضای باز و دموکراتیک به ایران داده نشده تا ما بدانیم که آیا مردم ما شایسته آزادی هستند، شایسته دستیابی به حقوق خودشون از راه‌های رایزنانه هستند یا نه. چرا نیستند؟ مگر مردم ایران و سرزمین ایران با دیگر کشورها متفاوت است؟ البته این رو هم باید بپذیریم که در اون دوران، دوران مشروطه، قدرت روحانیون بسیار بسیار بالا بود و حتی کسی مانند تقی‌زاده که سخت هوادار تجدد رایزنانه بود، از یک پرخاش بسیار تند روحانیون که گفته بودند رفتار او در مجلس دوم مشروطه الحادی است و اتهام به او زده بودند که در کشتن بهبهانی دست داشته همراه با یاران حیدرخان عموغلی، این گونه گفتند، یا پیروان حیدرخان و گروهی که او در واقع رهبری میکرد، او ایران رو ترک کرد و هنگامی که در کاوه کاوه رو منتشر کرد و همچنین نزدیکان به او که ایران شهر رو منتشر میکردند، گروه نویسندگان ایران شهر و کاوه برام بودند که راهی در ایران جز پیدایش یک یا پدیدار شدن یک دیکتاتور، دیکتاتور مصلح نیست. و این است که میتوان پذیرفت که چنین فضای فکری در ایران اون زمان وجود می‌داشته. اینکه آیا درست بوده یا نه، فرصتی در تاریخ به ما داده نشد که در این باره داوری بکنیم. اما پیامدهای دردناک خودکامگی رو یا سازندگی جامعه رو با همراه با خودکامگی سالیان درازی است که کشیده ایم و تاوان اون رو هم پرداختیم. رضا شاه رو انگلیسی آوردن یا اینکه برخوردار از اندیشه مشروطه به فراز رسید؟ به نظر من این بحثی که رضا شاه رو انگلیسی ها آوردن سر کار بحث ناقصی است. در این جای تردید و گفتگو نیست که در کودتای 1299 آیرون ساید و چرچیل نقش بسیار اساسی داشتن، یعنی وزارت جنگ و وزارت مستعمرات بریتانیا حتی در سرکشی از وزارت امور خارجه و در مخالفت با برخی دیگر از سیاستمداران بریتانیایی کودتای 1299 رو سازمان دادند. و در این هم جای تردید و گفتگو نیست که سید ضیاءالدین طباطبایی آدم دستچین شده اونها بود. البته نصرت الدوله فیروز هم پسر شاهزاده فرمان فرما که آگاهی داشت از ماجرای کودتا، سراسیمه خودش رو به بغداد رسونده بود و در اونجا با سر پرسی سایکس دیدار کرده بود و میخواست به تهران بیاید تا رهبری کودتا رو او در دست بگیره. بنابراین کودتایی در پیش بود و این کودتا رو نظامیان بریتانیایی تنظیم کرده بودند که رهبری فکری اون هم با وینستون چرچیل بود که در اون هنگام وزیر مستعمرات به شمار میآمد و اینک اسناد زیادی در این زمینه در دست ماست. در این که رضا خان رو هم پس از
چند دیدار آیرون ساید برگزید برای رهبری قزاقان، این هم جای گفتگو نیست. ولی این که تصور بشود که با آمدن رضا شاه یا رضا خان اول و سپس رضا شاه از همون آغاز هرچه انگلیسی ها میگفتند و انجام میداده با واقعیات تاریخی نمیخوانه. نمونه اون هم رفتار او در برکنار کردن خزعل بود که حتی سفیر بریتانیا از بغداد تلگراف زده بود که خزعل از آن ماست، از آدم های ماست و مورد پشتیبانی ماست و او رو آزار ندهید و برکنار نکنید. ولی احساس ملی‌گرایی و ناسیونالیسم و فکر ایجاد ایران یک پارچه در میان پیرامونیان رضا شاه و شخص رضا شاه آنچنان توانا بود که به این پیام بریتانیا چندان توجهی نکردند. بنابراین این رو باید پذیرفت. نکته‌ای که خود رضا شاه هم گفته و مصدق از او یاد کرده که میگوید مرا انگلیسی ها آوردند ولی نمیدانستند که چه کسی رو بر سر کار آوردند، این رو باید پذیرفت که در فراز رضا شاه به قدرت دولت بریتانیا نقش بسیار زیادی داشت، اما در به پادشاهی رساندن او و توانا کردن او بخش بزرگی از روشنفکران ایران از گرایش های گوناگون از چپ و راست و حتی مذهبی با او هم همراه شدند، در کنار او بودند و یاری رساندند به افزایش قدرت و توانایی رضا شاه و سرانجام پادشاهی او. متشکرم آقای امینی. در دوران نخست وزیری رضا شاه بعد از ماجرای کودتا و اینها، یک نهضتی در ایران شاید بتوان گفت برپا شد به نام جمهوری خواهی. بله. و جمهوریت. بله. آیا این یک بلوا بود؟ آیا جدی بود؟ چه بود؟ جنبش جمهوری خواهی در ایران جدی بود، قائله نبود، چون که برخی میگویند و من در این باره هم نوشتم و امیدوارم که در آینده بیشتر بنویسم. نشانه های بسیار زیادی وجود دارد که اندیشه جمهوری از برروی آزمون شکست پروژه پادشاهی مشروطه به ایران رسیده بود و پروژه پادشاهی مشروطه کار نکرده بود، یعنی ما در ایران نتوانسته بودیم به راستی اون هدفی رو که مشروطه خواهان داشتن رو انجام بدهیم، یا پادشاهی داشتیم مانند محمد علی شاه که اصلا وفادار به مشروطه نبود، یا پادشاهی مانند احمد شاه که خب دوران زیادی اصلا خردسال بود و سپس هنگامی که تاج گذاری کرد پادشاهی بسیار ناتوانی بود و البته اصلا قرار بود ناتوان باشه، یعنی قانون اساسی مشروطه یک پادشاه نسبتا ناتوان میخواست، ولی چون نخست وزیر توانایی، مجلس توانایی، پارلمان توانایی و هیئت وزیران توانایی در کنار او نبود، عملا همه کاس و کوزه بر سر احمد شاه قاجار شکسته شد. واقعیت این است که جنب و جوشی به نام جنب و جوش جمهوری خواهی آغاز شده بود، نوشته هایی در اینجا و اونجا به چاپ میرسید. یکی از نخستین کسانی که فکر جمهوری رو در ایران عنوان کرد، خیلی پیش از این که سرکله رضا شاه یا رضا خان در سیاست ایران پدیدار شود یا کسی نام او رو شنیده باشه، ده خدا بود. البته جای این داره که زمانی روزی هم درباره ده خدا اینجا در این برنامه صحبت کنیم، چون بسیار بسیار از دست کم این خدمت او در حوزه سیاسی مورد توجه جوانان امروز قرار نگرفته، آشنا نیستند. اون نوشتاری رو درباره ماهیت سلطنت منتشر کرد در همون دوران پس از به توپ بسته شدن مجلس و به زیر سوال بردیم مسئله که آیا سلطنت موهبتی الهی است، و گفت سلطنت موهبتی الهی نیست و یک قرارداد اجتماعی است که میان مردم و شاه به امضا رسیده، همون عبارتی که در قانون اساسی مشروطه آمده. سلطنت ودیعه است، یعنی یک سپرده بازپس گرفتنی است که ملت به پادشاه داده و میتواند این رو بازپس بگیره. این فکر جمهوری در ایران خیلی توانا نبود ولی بر روی وجود می‌داشت، و چون کسانی در این اندیشه بودند که به پادشاهی قاجار پایان بدهند و گمان نمی‌کردند که میتوانند یک پادشاهی تازه‌ای رو در ایران آغاز بکنند، به فکر جمهوری افتادند. البته ترکیه در ایران خیلی تأثیر گذاشته بود، یعنی رویدادهای پایان دولت عثمانی و پیدایش دولت جمهوری در ترکیه بی تأثیر در ایران نبود. رویدادهای انقلاب اکتبر، پیدایش یک
مدل جمهوری در اتحاد جماهیر شوروی آن هم در ایران تأثیر گذاشته بود و فکر جمهوری واقعی بود و نیروهایی که این فکر رو ناتوان کردند، این پرچم رو انداختند، روحانیون برجسته ایران بودند. در یک دیداری در 1303 در همون فروردین اون سال، در پس از نوروز، در منزل آیت الله حائری، پایه‌گذار شیخ عبدالکریم حائری، البته آیت الله امروز میگن ولی شیخ عبدالکریم حائری در منزل او، کسی که پایه‌گذار حوزه علمی قم بود، دو نفر از روحانیون تراز اول پناهنده از نجف به ایران، یعنی آقای ناینی و استبولحسن اصفهانی که در واقع زعیم حوزه نجف به شمار می آمد، با رضا شاه دیدار کردند. اون زمان رضا شاه نبود، نخست وزیر بود، جناب اشرف خوانده می شد. با او دیدار کردند و او رو قانع کردند که دست از جمهوری خواهی برداره و ناینی گویا به او پیشنهاد کرده که چه ایرادی داره اگر خود تو به دنبال پادشاهی باشی، و از اون پس هم از پادشاهی او سالیانی پشتیبانی می کردند. این گونه نیست که روحانیون در فراز رضا شاه به پادشاهی جایگاه ویژه‌ای نداشته باشند. اونها از پادشاهی رضا شاه پشتیبانی کردند. حتی همین آقای استبولحسن اصفهانی و ناینی وقتی به نجف برگشتند، یک شمشیر جواهر نشانی رو می گفتند، یکی از شمشیرهای علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین هست، با سلام و صلوات و تدارک بسیاری هدیه فرستادن برای رضا شاه و او بهره برداری کلانی از این کار کرد. یعنی از هنگامی که این شمشیر وارد کرمانشاه شد تا به شهر ری رسید، در هر شهری این رو به نمایش گذاردند و سرانجام هم در شهر ری خود رضا شاه این شمشیر رو تحویل گرفت و برای پشتیبانی روحانیون از فراز او به قدرت در این جریان به نمایش گذارده شد. آقای امینی، علت این که رضا شاه در دوره نخست وزیری در بخش اول این نهضت مشروطه خواهی، جمهوری خواهی، از جمهوری دفاع کرد چی بوده؟ برای اینکه گمان فکر نمی کنم رضا خان اصلا در این اندیشه بود تا قبل از اینکه به رضا شاه معروف بشود یا فکر پادشاهی در سر او به وجود بیاید، فکر نمی کنم که در این اندیشه بود که پادشاه بشود. فکر پادشاه شدن رفته رفته در سر او جوانه زد و این است که فکر جمهوری بیشتر به پیرامونیان او خوشایند می آمد. یعنی اونها بیشتر می پسندیدند که مانند ترکیه ایران هم یک آتاتورکی پیدا بکند و رضا شاه به این آتاتورک ایران، رئیس جمهور ایران تبدیل بشود. این هم باید افزود که سنت پادشاهی در ایران سنت ایلیاتی بوده و رضا خان از یک خانواده ایلی بر نخواسته بود و پیشینه اشرافی نداشت، از روستایی از سوادکوه آمده بود و حتی این نام پهلوی رو هم یکی از مشاوران برجسته او، دبیر اعظم بهرامی، به او پیشنهاد کرد و این رو از تاریخ پیدا کردند، از نام پهلوی و زبان پهلوی یافتند و این رو فامیل رضا شاه و آغاز سلسله پادشاهی او نهادند. وگرنه تا پیش از اون، شاید تا سال 1300 و پایان سال 1302، فکر پادشاهی در اندیشه رضا شاه هنوز نبود. البته من درون اندیشه ایشان رو نمیدونم، ولی رفتاری از او به چشم میخوره که در سودای پادشاهی بوده باشه. فکر جمهوری بیشتر مورد پسند بود و به ویژه بر میان پیرامونیان، چون بر روی رضا شاه از با یاری پیرامونیان، با یاری روشنفکران و نخبگان و سازندگان ایران اون زمان که بسیاری از اونها از دل مشروطه برخواسته بودند و بزرگان مدرنیته و مشروطه ایران بودند، به یاری اونها توانست به سوی فرمان روایی فراز بکنه و خیز برداره و سرانجام هم پادشاه بشود. آقای امینی، اون زمان که دبیر اعظم پیشنهاد نام خانوادگی پهلوی رو به رضا خان، یعنی جناب اشرف، داد، بله، اون زمان کسی دیگری نام خانوادگی پهلوی رو نداشت؟ بله، محمود پهلوی، نویسنده کتاب کتاب 8 جلدی یا 6 تاریخ دیپلماسی، بله، تاریخ روابط ایران و انگلیس، بله، محمود
ایشون از شاید لجبازی با اینکه نام او رو از او گرفته بودند و مجبورش کردند که فامیل خودش رو کنار بگذاره، فامیل خودش رو محمود کرد و به محمود محمود نام آور شد. محمود محمود. پس بله. اون در اصل محمود پهلوی بوده. بله. اون وقت از اون پس دیگه، از پس از آغاز پادشاهی، خیلی نام‌های دیگری رو که با همین عبارت پهلوی یا پیوند پیدا می‌کرد با پهلوی، دستور دادن که هیچ کس نمیتونه این نام رو داشته باشه. پهلبد، پهلوان، همه اینها نام‌های پیوند یافتگان و خیشاوندان با رضا شاه بود. حتی نام شاپور رو هم جلوگیری می‌کردند. از جمله این برادر زنده یاد داریوش همایون که نامشون شاپور هست، پدر اینها وقتی رفته در دوران رضا شاه شناسنامه برای اینها برای ایشون بگیره، به شناسنامه ندادن و ایشون گفته به نام صابور شناسنامه صادر کنید و نقطه ها رو خودش گذاشته، یعنی به نام صابور همایون گرفته. آدم بسیار بازوقی بوده و نقطه ها رو خودش اضافه کرده برای دکتر شاپور همایون، برادر زنده یاد داریوش همایون. در آلمان زندگی میکنه. در آلمان زندگی میکنه. بله، پزشک هستن. آقای امینی، الان دو تا بیانیه مربوط به سخنرانی شما رو آوردن به من دادن. بله. اولیش هست فراز و نشیب مدرنیته در ایران. سخنران محمد امینی، البته من محمدشو با قاطعیت نمیگم، نویسنده و مورخ. بله. محل سخنرانی و تاریخش چهارشنبه امروز 27 می 2015، ساعت 6 PM، 6 بعد از ظهر تا 9:30، یعنی 3 ساعت و نیم سخنرانی داری؟ نه خیر بابا، ببینید این دوستانی که این برنامه رو، اون انجمن متخصصین هست فکر می‌کنم در سان دیگو برنامه می‌ذارن، برنامه‌شون این گونه است که در یه رستورانی به نام صوفی برنامه برگزار می‌کنن، 45 دقیقه نخست شام میدن و سپس یک پیش درآمدی از سوی پزشکی متخصصی در یه زمینه‌ای مطرح میشه. سخنرانی من از فکر کنم اندکی پیش از ساعت 8 آغاز بشه و تا 9 و نیم ادامه پیدا خواهد کرد. من 3 ساعت و نیم سر مردم رو درد نخواهم برد. موفق باشید. و محل سخنرانی شماره 5911 بالبوا اونیو سان دیگو کالیفرنیا 92111. بله، کافی است. رستوران به نام صوفی گویا. بله. اسمش هست صوفی مدیترینین کوزین. و بیانیه دومی شبکه همبستگی ملی فرزنو برگزار می کند، سیر ناتوان قانونمداری در ایران، نگاهی به فرهنگ و فرایندهای قانونمداری از مستشار الدوله تا مصدق و از 28 مرداد تا امروز. سخنرانی و پرسش و پاسخ محمد امینی، یک شنبه 31 ماه می، ساعت 2 تا 5 پس از نیمروز. در این برنامه آقای محمد امینی تازه ترین کتاب خود صوفیگری را که در برگیرنده صوفیگری زندیات احمد کسروی همراه با بازبینی های گسترده افسوده ها و یادداشت های آقای امینی است معرفی خواهند کرد و این کتاب و نیز کتاب های شیعیگری احمد کسروی و نیز سوداگری با تاریخ را که درباره دوران زمامداری زندگیات محمد مصدق و پاسخ به وارون نویسی هاست برای علاقمندان امضا خواهند کرد. کتابخانه عمومی فرزنو واقع در تقاطع خیابان‌های پرن. بله، مثل پرنه. بله، پرن و چپمن. یه رستوران چپمن هم هست که اونجا بود. نمیدونم، این در یه کتابخانه هستش. یه رستوران قبلا در یه رستورانی برگزار میشد، الان در این کتابخانه برنامه برگزار میشه. برسواد آقای امینی، خیلی کتاب نوشتین تو همین 1-2 ساله، همش هم که سخنرانی، ماشاءالله. بعد براتون اسفند دود کرد. حتما. خب آقای امینی، بله، اما وقتی که خواستند به اصطلاح
به انقراض سلسله قاجاریه در مجلس رأی بدهند، بفرمایید چه کسانی و با چه انگیزه هایی با این امر مخالفت کردند، یعنی نمیخواستن رضا شاه شاه بشود؟ ببینید، مصطفی الممالک جزو هیئت رئیسه مجلس بود، خب آدم بسیار محافظه‌کار و حتی میتوان گفت ترسو بود، نمیخواست در رأی گیری شرکت کنه. از این رو در نشست دو روز پیش از این رأی گیری در نهم انجام شد، این در هفتم ماه او استعفای خودش رو به رئیس مجلس نوشته بود و حتی در جلسه معروفی که رأی دادن به انقراض قاجاریه ماده واحده رو تصویب کردن، خیلی ها میخواستن جلوگیری کنن از اینکه استعفای مصطفی الممالک خوانده بشود. مصطفی الممالک در رأی گیری شرکت نکرد، اصلا در مجلس نیامد. پنج نفر که در مجلس بودن رأی مخالف دادن با بیم و هراسی که خیلی ها داشتن. حتی میدانید که کسی رو در بیرون از مجلس کشتن و فکر میکردن که شعرهای بهار هستش. مدرس ملک و شعرهای بهار کی بود که کشتنش؟ یکی از یک واعظی بود، آخوندی بود که در بیرون از مجلس کشتن و فکر میکردن که اسم شعرتون نیست؟ من الان یادم نیست متاسفانه. بعد فامیلیش کوهی نبود؟ متاسفانه اصلا به یاد ندارم الان، اصلا آمادگی ذهنی نداشتم در این مورد. ولی بر روی پنج نفر ملک و شعرهای بهار بود، مدرس بود، تقی‌زاده بود، علا بود که بعدها در دوران درازی از پشتیبانان رضا شاه و سپس در دوران محمد رضا شاه نخست وزیر و سرانجام هم در دوره نخست وزیری زنده‌یاد مصدق وزیر دربار و یکی از تواناترین شخصیت های کشور به شمار می آمد. سرانجام هم مغضوب شد. بله. این و آخرین نفر هم مصدق بود. استدلال مصدق که مورد پشتیبانی دیگران هم قرار داشت از جمله خود تقی‌زاده در این بود که ما به دلیل انقلاب مشروطه قدرت پادشاه رو در ایران ناتوان کردیم و به یک شخصیت ناتوان در پادشاهی نیاز داریم که پادشاه خودکامه نباشد. نخست وزیر رو چون مجلس برمیگزینه، اگر احساس بکنه که خودکامه شده میتواند او رو برکنار کنه. این است که مصدق بر این باور بود و تقی‌زاده هر دو که رضا شاه به عنوان یک نخست وزیر انسان بسیار توانایی است و باید بماند در نخست وزیری و ریاست قوا سردار سپهی و پادشاهی رو نباید از میان برد. نکته اونها هم این بود که اگر پادشاهی از قاجار به پهلوی برسد، یا رضا شاه پادشاه بسیار قدرتمندی خواهد شد که در این صورت اجازه نخواهد داد که هیچ نخست وزیری در برابر او کاری بکنه، که چنین هم شد، یعنی هیچ نخست وزیری به قدرت پادشاه دیگه نرسید و رضا شاه با پادشاه شدن بخش مشروطه بودن پادشاهی رو در ایران به پایان رساند و پادشاه قدرتمند و خودکامه‌ای شد که از بسیاری جهات از پادشاهان دوران قاجار هم تواناتر بود، قدرت با بسیار بسیار بیشتری داشت. و بنابراین استدلال مخالفان این پنج نفر در این بود که نباید پادشاهی قاجار به پایان برسه، هر چقدر هم که پادشاهی پر از گرفتاری بوده باشه باید این فرم مشروطه حفظ بشه و به نظر من هم درست این بود که باید حفظ میشد و رضا شاه به کار خودش که کار نخست وزیری و سازندگی کشور بود ادامه میداد. ولی این چنین نشد. رضا شاه فراز به پادشاهی یافت و به قدرت رسید و پادشاه شد و فرایند ناتوان سازی قانون مداری در ایران از اون هنگام آغاز شد. یعنی مجلس پنجم باید گفت آخرین مجلسی بود که تا حدودی آزادی در اون وجود داشت. مجلس ششم یکی دو نفر نماینده نمونه از مخالفان انتخاب شده بودند و رفته رفته از مجلس هفتم و به ویژه مجلس هشتم به این سوی تا مجلس سیزدهم که آخرین مجلس دوران رضا شاه بود، انتخابات اون در دوره رضا شاه انجام شده بود، این مجلس ها با دستور وزارت کشور انتخابات رو انجام میداد و از وزارت کشور به فرمانداری ها لیست میفرستادن. حتی در یه موردی، چندین مورد این هست، ولی در یه مورد معینی تلگرافی که زده بودن به یکی از فرمانداری ها برای انتخاب چند نفر، یکی از اونها در جریان انتخابات از
چشم پادشاه افتاد و تلگراف تازه‌ای فرستادند که مثلا علی آقا رو نباید انتخاب بکنید، حسن آقا رو به جایشون انتخاب بکنید. پاسخ از فرمانداری آمده بود که انتخابات انجام شده و مهر کمیسیون نظارت بر انتخابات هم بر این اعتبارنامه ها خورده. رای پیدا کردن اون آقا رو قانع کردن که صلاحش نیست به مجلس برود و استعفا داد و مثلا رئیس پست یکی از شهرستان ها شد و آدم دیگری رو انتخاب ویژه کردن و به مجلس فرستادن. اساسا ساختار قانونگرایی در ایران در این دوران سوس شد و تقریبا میتوان گفت از میان رفت و کار به جایی رسید که نیازی به حتی حفظ ظاهر قانون مداری هم نبود و بسیاری از یاران رضا شاه هم رفته رفته از میدان بدر شدند. در این مورد مهدی قلی هدایت خیلی جالب میگوید. میدانید که پیش از مرحوم هویدا، مهدی قلی هدایت طولانی ترین نخست وزیر مشروطه در ایران بود، 6 سال و نیم نخست وزیر بود. خود او در خاطرات و خطرات میگوید که من خبر برکناری خودم رو از نخست وزیری در جرایت خواندم، یعنی حتی نیازی به این که مجلس رأی بدهد یا او رو برکنار بکنن نیافته بودن. من یه موردی رو در اینجا باید به عنوان نمونه خدمت بینندگان ارجمند بگویم تا چند اندازه این فرایند قانونمداری در ایران ضعیف شده بود. اشتباه نکنید، من جدا بر این باور هستم که کارهای بسیار نیکی در زمینه سازندگی در دوران رضا شاه انجام شده و در زمینه امنیت ملی و یک پارچگی ایران، ولی در زمینه فساد و خودکامگی در ایران شرایطی ایجاد شده بود که هیچ کس توانایی پاسخ گفتن به شخص پادشاه رو نداشت، یعنی پشت زیر پرسش بردن شخص پادشاه رو. میدانید که در متمم قانون اساسی ایران، اصل 37 متمم قانون اساسی آمده است که این عبارت رو خدمتتون میخونم، گفت این عبارت است که ولایت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد. این اصل 37 متمم قانون اساسی بود تا اینکه رفتند و فوزیه رو ازش خواستگاری کردند که همسر ولیعهد ایران بشود. خب فوزیه با هیچ تفسیری ایرانی الاصل نبود. در یک جامعه قانونمدار می آمدند و مجلس مؤسسان تشکیل میدادند و در مجلس مؤسسان اصل 37 متمم قانون اساسی رو تغییر میدادند. حکومت خودکامه به جای رسیده بود که بهایی حتی به تشکیل مجلس مؤسسان هم نداد و از مجلس خواستند که تفسیر کنه اصل 37 متمم قانون اساسی رو. مجلس هم در 14 آبان 1317 اصل 37 متمم قانون اساسی رو تفسیر کرد و این ماده واحده‌ای رو تصویب کرد که این نشانه کنار نهادن قانون در اون دوران هست، یه نشانه ساده است از این موضوع. گفت مجلس اینگونه تصویب کرد: منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل 37 متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی و به موجب فرمان پادشاه اصل صفت ایرانی به او اعطا شده باشد. یعنی فوزیه رو ایرانی الاصل قلم داد کردن، نه اینکه تابع ایران کردن، چون تابعیت رو میشه داد، ولی ایرانی الاصل قلم داد کردن. یعنی من اصلا پافشاری در مورد اصل موضوع که آیا ایرانی الاصل بودن یا نبودن درست است یا نیست ندارم، ولی بیوفایی میبخشید بیوفایی به قانون رو بهش اشاره میکنم که به جایی رسیده بود که حتی به تشکیل مجلس مؤسسان هم بهایی داده نشد و این رفتار چیره در دوران دست کم 12 ساله پادشاهی، 12 سال از 16 سال پادشاهی رضاشاه است که عملا قانون در ایران و حکومت قانون در ایران رخت بربسته. آقای امینی، سوالی رسیده مبنی بر این که سازندگی هایی که در زمان رضاشاه انجام شد با الهام جستن از مشروطیت و تشکیل دولت مدرن
و کارهای از این قبیل که در زمان رضا شاه رخ داد، آیا اینها خودکامگی دوران او رو توجیه نمی‌کنه؟ ببینید، نکته بر سر این است که آیا میشد در ایران با دادن آزادی و دموکراسی همین کارها رو انجام داد؟ چرا نمیشد؟ چرا پادشاه نمیتوانست با دادن اختیار به مجلس آزادی در ایران، آزادی روزنامه‌نگاری، ایجاد احزاب، کاری رو انجام بده که آتاتورک در ترکیه کرد؟ و با وجود اینکه آتاتورک هم دارای جنبه‌های خودکامه بود، ولی کشوری اساساً دموکراتیک در ترکیه ایجاد شد. چرا ما نمیتوانستیم در ایران همین روش رو دنبال بکنیم؟ و متاسفانه خودکامگی فساد رو هم به دنبال داره، چون کسی پروانه پرسش از پادشاه و پیرامونیان او رو برای رسیدگی به وضع مالی نه تنها کشور بلکه خانواده او هم نخواهد داشت. نگاه کنید به این واقعیت که در پیرامون رضا شاه هنگامی که به سوی قدرت خیز برداشته بود و توانست سرانجام هم به پادشاهی برسد، بسیاری از نخبگان ایران حلقه زده بودند و هنگامی که به پایان کار میرسیم یک تن از این نخبگان در میدان نبود، یا در بدر شده بودند، یا در زندان بودند، یا در زندان کشته شده بودند، یا خانه نشین بودند مانند فروغی و مصدق، و عملا در کانون فرمان روای ایران دیگر نقش نداشتند. دبیر اعظم بهرامی که یکی از مهمترین مشاوران آغازین رضا شاه بود از نظر او افتاده بود. ستن آدم مهمی که در قدرت گرفتن رضا شاه نقش بسیار مهمی هم در مجلس پنجم داشتند و هم در دوره‌های پس از اون، یعنی تیمورتاش داور و نصرت الدوله فیروز، اینها عملا از کار یا برکنار بودند یا کشته شده بودند، یا این سه نفر هر سه از میان رفته بودند. اشتباه میکنم، برکنار که تیمورتاش برکنار شد و سپس محاکمه شد و در زندان با آمپول هوا او رو کشتند، و در دم این ماجرا و محاکمه داور خودکشی کرد، تریاک از وزارت دارایی بهداری گرفت و خودکشی کرد. نصرت الدوله هم که در آغاز سخت با رضا شاه پیوند پیدا کرده بود و از متملقان پیرامون رضا شاه بود، به طوری که هیچ کس متوجه نشد که چرا با چنین شتابی مورد غضب قرار گرفته، عملا از قدرت پایین کشیده شد و خیلی ها معتقدن که در زندان او رو کشتن. اجازه بدید من یه نمونه ای رو از این، چون فکر کنم خیلی جالب است، از زبان هدایت بخونم. بیشتر وقت نداریم، بفهم. بله، مخبر دولس هدایت. مخبر سلطان هدایت میگوید که میگه در یه روزخانی که در وزارت جنگ پهلوی در قزاخانه برگزار میشد، در همون تکیه دولت گرده هم آمده بودند. در 18 خرداد برابر 10 محرم در کنار همون تکیه جمع بودیم. آلبوم های مشتمل بر عکس هایی که از راهان جنوب رسیده بود نگاه میکردیم. شاه سینه به سینه نصرت الدوله با بشاشت عکس ها را نشان میداد و شرحی میفرمودند. بر حسب معمول تشریف بردند و ما به طرف درب شمس العماره راهی شدیم. جلوی پله عمارت بادگیر افسری از نظمیه جلو آمد و نصرت الدوله را جلب کرد. حالا وزیر بوده ها تو کابینه. تیمورتاش هم بیخبر بود. متحیر ماندیم. راست گفتند که خنده سلاطین نمودن دندان شیر است. علت رنجش شاه از نصرت الدوله به این غلظت معلوم نشد. خب شما نگاه کنید، تک تک کسانی که پیرامون او بودند از چشم او افتاده بودند و به همین دلیل هم در پایان کار کسی پیرامون او نبود که دارای توانایی های باشد و بتواند به رضا شاه در مورد مسئله جنگ جهانی دوم یاری برساند. ایران اگر این نخبگان رو در کنار رضا شاه می داشت، چه بسا که می توانست گفتگوهای منطقی با کشورهای متفقین انجام بدهد و به جای اشغال ایران که هیچ پیامد مالی هم برای کشور ما نداشت، چه بسا ما می توانستیم از راه مذاکره پل پیروزی برای متفقین بشویم و درآمدی هم مانند دولت سوئد که از این راه درآمد کلانی از متفقین گرفت و بیطرفی خودش رو هم حفظ کرد، ما می توانستیم با حفظ بیطرفی و یاری رساندن به متفقین حتی درآمدی هم برای ایران داشته باشیم.
ولی چنین نشد، چون بسیاری از بزرگان گفتم یا خانه نشین بودند یا کشته شده بودند یا در به در بودند یا مانند تقی‌زاده از ایران رفته بودند و این است که کسی پیرامون او نبود. یه نمونه ساده دیگر رو هم خدمتتون بگویم. دو نفر در پیدایش ارتش مدرن ایران نقش بسیار اساسی داشتند. شیبانی که رئیس ژاندارمری بود، از افسران بسیار نیک ایران به شمار می آمد، و دیگری جهانبانی، پدر نادر جهانبانی که اعدام کردند در زمان انقلاب 57. جهانبانی یکی از پایه‌گذاران ارتش مدرن بود، ولی در سالهای پایانی پادشاهی رضاشاه او رو به سرپرستی اداره اصلاح نژاد اسب گمارده بودند که یک شغل توهین‌آمیزی برای او به شمار می آمد، ولی به هر روی کار خودش رو انجام می داد. این پیامد یک نوع پیامد تجدد آمرانه است. در این دوران کارهای نیکی صورت گرفت، سازندگی‌های بسیاری انجام شد، ولی خودکامگی در واقع رمق جامعه رو گرفت و اجازه ساختن یک ایران مدرن دموکراتیک رو به جامعه نداد و قانون مداری رو در ایران عملا تعطیل کرد. آقای امینی خیلی ممنونم از شما. نمیدونم باز هم میتوانیم درباره فراز و فرود بحث آفرین رضا شاه صحبت کنیم، بستگی داره به اینکه همیهنان چه واکنشایی. حتما. خیلی ممنونم ازتون، موفق باشید. همیهنان گرامی، از شما نیز تشکر میکنم که به این برنامه توجه داشتید و با سپاس از کارگردان برنامه خانم قضا